صادق قوه قضاییه رو داره، میگه که زندانیان سیاسی و مجرمان خطرناک مرخصی ندارن. زندانیان سیاسی در همه جای دنیا، مفهوم زندانی سیاسی اینه، انسان با شرافتی که با اندیشه حاکم مخالفه. این زندانی سیاسی با مجرمانی که آدم کشتن، متعرض مردم، نوامیس مردم شدن، اینا رو در یه رده قرار میده و اخویه دیگر همونطور که شما اشاره فرمودید باز اینا رو در یه جا قرار میده. و اخویه سوم آقای محمد جواد، فارغ التحصیل از آمریکا، حقوق بشر اسلامی برای خودش درست میکنه و میگه کشتن و اعدام و تجاوز اینا درسته، برای اینکه مطابق ضوابط اسلامی است. بنابراین خب شما چه انتظاری دارید؟ مملکتی که مجلسش در تیول علی لاریجانیه، قوه قضاییش در تیول صادق و جواد لاریجانیه، و در این مملکت چه انتظاری میشه داشت؟ معلوم همینه دیگه، همینه که داریم میبینیم. و این نظام به هر حال معتقد است در عراق دستی داره و نشونه قدرتشه، در لبنان نشونه قدرت خودش میدونه، تروریستی نمیدونه این عملیات و و و چون این نظام یا این سازگاره، نگرانیش از جوانهای ایرانی چی هست که میرن آب پاشی، هندونه خوری. الان زیر پلی بود من دیدم در فیسبوک ها شیشه ماشینا رو تمیز کنن، کمک به بینوایان بکنن، کاری که اینجا زیاد رسم هست میکنن دانش آموز. پس این نگرانی چیه؟ همچین نظامی که نباید همچین حراسی از جوانی نازمین ایرانی بشه. اتفاقا این نظام الان از سایه خودش میترسه. اتفاقا ببینید شما کاری که به قول شما اینجا دبیرستانی ها به خصوص دخترهای دبیرستانی پسرها خیلی میکنن، ماشین مردم میشورن پولشون میدن به مدرسه شون یا به خیریه یا برای کلیسای محلشون یا یتیما. در ایران هم یه عده جوون اومدن میگن آقا ما شیشه ماشین مردم رو بشوریم پولشو بدیم به کودکان کار، کودکانی که زیر سن، در واقع در سن کودکی دارن کار میکنن و نون ندارن بخورن. حکومت، چند نفر تو فیسبوک قرار گذاشتن، حکومت وحشت کرده، روزنامه رسالت نوشته، سایت تعامل نوشته، آی توته است اینا میخوان سیاسی بشه. چرا؟ برای اینکه حکومت‌های استبدادی اینطوری مردم رو تک تک میخوان، مردم رو میخوان منفرد بکنن، ترسیده وحشت زده تو خودشون. هر نوع تشکلی ولو یه کار خیریه کاملا غیر سیاسی، انقدر کاری به این زیبایی، کاری به و امثال اینها رو بخوان آبازی بکنن، برن تو پارک، قرار جمعی باشه، این حکومت ها وحشت میکنن. این در واقع اینجوریه که استبداد خودش رو سر پا سعی میکنه نگه داره، با ایجاد وحشت و نقطه نقطه کردن و منفرد کردن مردم، نه به هم پیوسته و یک به اصطلاح خط ممتد. خب آقای نورزاده، این صحبت کودکان خیابانی شد در کشور نفتخیز ایران، این بچه نازنین ایرانی، خب به این وضع باید این بچه های نازنین که هر کدوم شو آینده درخشانی میتونن داشته باشن با درآمدهای نفتی، از بهداشت خوب، از آموزش خوب، در یه همچین سنی در خیابون کار میکنن. درآمد نفتی ایران خب با مدیریت درست، کارشناسا میگن کفاف اینو میده که همه یه سفره آبرومند و زندگی آبرومند داشته باشن. آقای کار به جای رسیده، آقای خامنه ای از وضعیت اقتصادی نالان هست، مسئول کیه؟ شما آقای سازگار آقای خامنه ای قربان از مخ... آقای خامنه ای اگر لطف می‌فرمودن این 1.5 میلیون تومانی که از فروش هر اتومبیل میگیرن، پولایی که از اون ستاد هشت ماده امام متوجه جیب آقا مشتبه میشه، اگر اینا رو به ملت ایران میبخشیدن وضع این بچه هم درست میشد. اگر خانه سازی آقازاده شون در آفریقای جنوبی درست میشد، اون وقت مردم به ثروت و دولت واقعیشون میرسیدن. شما فکر کنید اینا یه جایی درست کردن در جنوب لبنان، بوستان ایران، میلیون ها دلار خرج کردن تا بچه های حزب الله برن بازی کنن اونجا. روزت الاطفال، کودکستان برای بچه های حزب الله 80 تا درست کردن، مدرسه، بیمارستان، سینما. بچه های حزب الله بچه های واقعی آقای خامنه ای هن. ملت ایران بچه های زنبابان، بچه های غیر واقعی هن. ولی بچه های حزب الله بچه های ایشون هن. عماد مغنیه بچه شون بود که در سوگش عشق ریختن، ولی در سوگ ندا آقا سلطان که عشق نمیریزه، در سوگ محسن و سهراب عرابی که عشق نمیریزه ایشون، ولی در سوگ هادی نصرالله پسن حسن نصرالله مجلس عزا برپا میکنه. این است که
برای سوریه الان دیگه صحبت از 2-3 میلیارد دلار پولی است که به سوریه دارن میدن تا این وحشی بشار اسد که دیروز خوشبختانه دولت آمریکا اعلام کرد باید بری و اروپایی هم گفتن آدم بکشه، روزانه مردم مسلمان سوریه رو به قتل برسونه. این است که بچه های ما با این شرایطن. من و شما سالهای قبل از انقلاب یادمون بود کم کم جامعه ما داشت تغییر میکرد، کم کم کارگرمون هم میرفت تو اغذیه فروشی غذاشو میخورد، بچه های جنوب شهر داشتن عوض میشدن، نمیدونم آموزشگاه براشون درست شد و مدرسه. این رژیم آمد تا عدالت اسلامی رو برقرار کنه و آقا فرمودن که در خونه هاتون سهم نفتتون رو میدیم، آب و برق و تلفن و همه چیمون هم مجانی. از برکت وجود این انقلاب نان سنگک 500 تومن 700 تومن، خب به به این مملکت واقعا مملکت اسلام عزیز انقلابی شد و به قول خودشون دسته های اشرار اینجا و آنجا روز روشن به زنان تعرض میشه، در استخر زنانه، در مدرسه، در بیمارستان، در کاشمر، در خمینی شهر، و این چیزیست که اینا درست کردن. در واقع امنیت و آزادی و آبادی و تقسیم ثروت بین مستضعفان و فقیران. کشوری یه عده مستضعف داشت، بقیه طبقه متوسط بودن و طبقه غنی. طبقه متوسط از بین رفت، همه شدن مستضعف. یه 40-50 هزار نفر نور چشمی ها شدن مستکبر، اونم به توان صد. خب آقای نوری‌زاده اشاره کردن روزت الاطفال، درست آقای نوری‌زاده؟ این اشتباه نشه، همون کلمه به همون شکل هم نوشته میشه روزه، منتها منظور این نیستش که کودک برای کسانی که احتمالا نمیدونه روزه خونی بهشون یاد میدن، نه، باغ و کودکستان و از این چیز هست. روزه هستن یکی هم معانیش باغه. آقای امیدرضا میرسیافی، نوجوان جوان ایرانی، جوان نازنین ایرانی، همین پرسش آقای نوری‌زاده رو از آقای خامنه‌ای داشت که چه ما هم فرزندان شما هستیم، چرا به ما توجه نمی کنین، به ما رسیدگی نمیشه با درآمدهای ملی نفت ایران و به فلسطینی ها؟ چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. سرانجام این جوان از زندان اوین سر در آورد و سرانجام در اونجا کشته شد، به روایت های بسیار، یا در اثر فشار جان سپرد. آقای سازگارای عزیز، واقعا مشکل مدیریت، عدم مدیریت، نداشتن درآمده، یا یه حرف دیگه بنده اینجا دارم همینطوری میگم، یه کسان دیگه که با پول نفت ایران میشه بچه های تو خیابون نباشن و درست بود چی هست قضیه؟ و یا مثلا این آقا عضو مجلس هم از حمیدرضا فولادگر، ایشون میگه که ایران، نقل از بنیاد بین المللی، میگه که میگه در 130مین کشور در جذب سرمایه. مشکل اصلی خود کجا سازگاره؟ مشکل اصلی در ساختار این نظام، همون دعواها و همون تروریسمی که بحث اولمون بود. خب دنیام که بیکار نمیشین، حاصلش این میشه که الان سالهاست تحریم شده ایران، ماجراجویی های سر همین قصه اتمی، کمر صنعت نفت ایران شکسته. الان هم آقای رستم قاسمی وزیر نفت جواب این مردم باید بدن، سپاه که تمام اقتصاد کشور دستش گرفته، پاسخ این کودکان خیابانی رو باید بیاد بده آقای عزیز جعفری و فرمانده کلشون آقای خامنه‌ای. فقری که گریبان مردم رو گرفته، آقای خامنه‌ای تو این صحبت هفته گذشتهش میگه به اهداف برنامه چهارم حالا نرسیدیم، چهار تا چیزیشون میگه: تورم، بیکاری، نرسیدن به رشد 8% در سال و عدم جذب سرمایه و سرمایه گذاری. یکی نیست بهشون میگه آقا این چهار تا یعنی اهداف همه اقتصادا، همه اقتصاددانا و برنامه ریزا کار میکنن که یک کشوری تورمش کنترل باشه، اقتصادش اشتغال و شغل ایجاد شده باشه، سرمایه گذاری باشه و عرض شود که رشد اقتصادی بالایی داشته باشه. ایران کشوری که رشد اقتصادیش نزدیک به 0 در سال، اونم با 100 میلیارد دلار درآمد نفتی، و این وضع بیکاری چپ و راست کارخانجات کشور داره میخوابه. همین دیروز من لیست میکردم دیدم فقط در شهر صنعتی قزوین اعلام شده 50 کارخونه با بحران دوباره دارن دست و پنجه نرم میکنن، حقوق کارگراشون نمیتونن بده. کارگرا هفت ماه در اهواز کارگرای مترو رو حقوقشون ندادن، پیمانکاری کیسون که اونجا کار میکرده و امثال هم. واقعا اینقدر داره زیاد میشه که آدم نمیدونه چجوری غم خودش رو ابراز بکنه. کارگری که 10 ماه 11 ماه 7 ماه حقوق نگرفته چی داره به زن بچهش بگه؟ در اهواز مسئول شورای کار اونجا گفته بود انقدر این کارگرها
فقیرن که جرأت حتی اعتراض ندارن بعد از 7 ماه حقوق نگرفتن، مبادا از همین هم بیرونشون کنن. در واقع 7 ماه دارن بیگاری میکنن. علی حال آقای چالنگی، به نظر من این شکست اقتصادی مدیریتی کشور که مسئولیتش مستقیما متوجه شخص آقای خامنه‌ای و دولت بی‌لیاقتی که مثل احمدی نژاد ایشون سر کار آورد و سپاه پاسدارانی که دستش الان در تمام ارکان اقتصادی کشور هست، حاصل برایند تمام سیاست‌های غلط خارجی، داخلی، مدیریتی، فسادهایی که کردن و امثال همه که گریبان کشور گرفته. اصلش کجاست؟ افراد آقای خامنه‌ای بره یه ولی فقیه بهتره کجاست؟ اصلش توی تئوریست که باهاش کشور رو داره کردن. اصلش توی اون قانون اساسی نشسته که بر اساس یک تئوری غلط، یک ایدئولوژی گرایی انقلابی از اسلام و یک دو قرائت دینی از حکومت داری به جای یک دو قرائت مدنی از حکومت داری، نوع مدیریتی رو در کشور حاکم کرده که آدم‌های اینجور نالایق میان سر کار، شایسته سالاری از بین میره، تکنوکرات‌های کشور قهر میکنن، با دنیا جنگ میکنن، از ریشه‌اش از اون بنیان تئوریک در میاد. اما حاصلش، نتیجه‌اش این شده که شما میبینید و هیچ چاره‌ای هم نداره. نان بدون آزادی میسر نیست. هیچ چاره‌ای درمان اقتصاد کشور ندارد مگر اینکه این حکومت شما بیارینش پایین، تئوری بنیانی حکومت رو عوض بکنید، حکومتی باشه بر مبنای دموکراتیک، انتخابات مردم، مدنی، جدایی دین از حکومت. اون وقت کشور میفته در با دنیا آشتی بکنه، اون وقت میفته تو روال تولید و اونم کشوری که 100 میلیارد دلار در سال میتونه درآمد داشته باشه از نفت. سوریه در یه همچین مسیری در حرکت. آقای نوری‌زاده پس از بشار اسد، آیا نشونه هاش امروز میبینید مردم سوریه برای چی میشه؟ سقوط حکومت بشار چه اثری در ایران خواهد؟ در سوریه وضعی مشابه ایران برقراره، با این حساب که اونجا فوکولی ها قدرت رو در دست دارن، مثلا نظام سکولار هست، ولی بعد یه دفعه مسلمان هم میشه مثل قذافی، پسرش میاد میگه ما با القاعده وارد گفتگو شدیم که با هم همکاری کنیم. منظورم اینه اینا به هیچی پایبند نیستن. ظاهرا در سوریه یه نظام سکولاره، اما یک نظام وحشی مثل نظام جمهوری اسلامی. شما نگاه کنید سوریه تماما داره تجربه جمهوری اسلامی رو داره اونجا پیاده میکنه. فقط مردم سوریه از ما پایمردترن. مردم سوریه هر روز کشته میدن میان، چون در این حال هدف مشخصی دارن. باید بشار برود. در ایران چون در جنبش سبز مشخص نبود و گفته میشد بازگشت به دوران طلایی امام، تعداد زیادی از مردم گفتن برای چی به جنگیم؟ برای که به اون دوران سیاه برسیم. ولی در سوریه مشخصه، میگن باید بشار بره. شما لیبی رو ببینید، یه عده دیگه مایوس شدن گفتن نه دیگه قذافی مونده. قذافی خواهد رفت، خیلی هم نزدیکه، و پشتش بشار و بعد از اون جمهوری اسلامی. و من اعتقادم اینه در سوریه مردم واقعا منتظر شنیدن این حرفا از آمریکا بودن، چون خیلی مهمه. مردم سوریه میدونستن بشار تا زمانی که آمریکا به کجدار و مریض باهاش رفتار میکنه، آدم کشیش رو ادامه میده. از دیروز ببینید سوریه چجوری شد. بشار به هیئت سازمان ملل اجازه داده برن از سوریه بازدید کنن. به آقای بانکیمون 10 دفعه بهش تلفن زده بود، جواب نمیداد. حالا باهاش صحبت میکنه میگه من دست از آدم کشی برداشتم. این به خاطر اینکه موضع آمریکا بسیار اهمیت داشت. من دیروز با 2-3 تا از این دوستان سوری که صحبت میکردم تاکید میکردن، میگفتن الان برای ما دیگه مشخص شد ایالات متحده زیر فشار افکار عمومی، ایالات متحده موضع روشنی اتخاذ کرده. اسرائیلی ها هم یه مقدار تغییر دادن اون نظر اولیه‌شون که این گرگ شناخته شده بهتر از گرگ ناشناخته، اون نظر تغییر کرده و الان اونا هم آماده دست کشیدن از اسد هست. سپاسگزاریم آقای نوری‌زاده که برای ما به اندازه 1-2 تا کوه جا گذاشتن. با سپاس بسیار از شما جناب نوری‌زاده گرامی. آقای سازنده وقتمون کمه، قربانت برم. امیدواریم وقت بیشتری بخواهیم داشته باشیم در آینده. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز. سند و سبلان و آسماری و دورک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش باد.